سازنده محبوب ترین اسباب بازی قرن میگوید نمیخواهد وارد یک بازی سیاسی شود. زمانی که آی وی وی، هنرمند شناخته شده چینی و از معترضان سرسخت دولت چین تصمیم گرفت از قطعات لگو برای بیان عقایدش بهره ببرد، خیال نمی کرد این اقدام با مخالفت شرکت دانمارکی لگو همراه شود. آی وی وی از قطعات لگو برای درست کردن چهره های فعالان سیاسی در سراسر جهان استفاده می کند. آثاری که سال گذشته در زندان آلکاتراز به نمایش در آمدند. Folks come out to the island all the time on to Alcatraz and they hear about میشل جی، یکی از مسئولان سازمان ملی خدمات پارک های آمریکا، میگوید زندان آلکاتراز خاطره ای است از گذشته و کسانی که از آن دیدن میکنند به سختی میتوانند ارتباطش را با دنیای امروز پیدا کنند. And so I think the Ai Weiwei exhibit brings a contemporary اما آثار آی وی وی مفهوم آزادی و برابری را به زیبایی تصویر میکنند. استقبال از نمایشگاه زندان آلکاتراز آی وی وی را به فکر انداخت تا پروژه مشابه را در استرالیا راه اندازی کند. لگو در بیانیه‌ای در روزنامه گاردین گفت به عنوان شرکتی که برای کودکان اسباب‌بازی‌های خلاقانه می‌سازد، دلش نمی‌خواهد قطعاتش در پروژه‌هایی که هدف سیاسی دارند استفاده شود. پس از مخالفت لگو که سفارش آی وی وی را رد کرد، هواداران او به شبکه‌های اجتماعی سرازیر شدند و با هشتگ لگو برای وی وی تمایل خود را به اهدای لگوهایشان به آی وی وی نشان دادند. آی وی وی هم در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد که قصد دارد اثر هنری تازه‌ای را در حمایت از آزادی بیان و هنر سیاسی خلق کند. کپشن این عکس میگوید همه چیز معرکه است و در واقع طعنه میزند به ترانه فیلم لگو. یکی از طرفداران آی وی وی در توییتر خطاب به مدیران ارشد شرکت لگو نوشته که بهتر است فیلم لگو را تماشا کنند و پیامش را دریابند. جنجال بر سر استفاده از قطعات لگو توسط آی وی وی همزمان شد با خبر افتتاح پارک لگو در شهر شانگهای. آی وی وی معتقد است دلیل مخالفت شرکت لگو همگام شدن این شرکت با دولت چین در سانسور است. لگو میگوید پارک توسط شرکت دیگری درست شده که تنها از محصولات لگو استفاده کرده است. سارا دهخان، صدای آمریکا. We'll be right back.